چرا افغان ها نسبت به انتخابات بی‌باور هستند؟ انتخابات افغانستان را چی چیز میتواند آسیب پذیر بسازد؟ نکات ضعف و قوت انتخابات در افغانستان چی است؟ در این باره با مهمانان ما خانم نسیمه نیازی نماینده مردم هلمند در مجلس نمایندگان، خانم مسعوده کرروخی نماینده مردم هرات در مجلس و همچنان آقای عبداللطیف نظری استاد دانشگاه را در استودیو با خود دارم. آرزو میکنم بحث ما را دنبال کنید. خانم نیازی، میخوایم بحث با شما آغاز کنم. دید مردم هلمند نسبت به انتخابات چگونه است؟ چقدر از اهمیت و ارزش رأی خود در انتخابات آگاهی دارند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من به نوبت خود سلام و احترامات خود را تقدیم میکنم. خدا کنه جور صحتمند باشین. فکر میکنم مسائل بسیار عمده که همیش صدرای انتخابات قرار میگیره موضوع نام نیسته، که بارها ما دیدیم که صدرای انتخابات موضوع نامنی قرار گرفت که ما با مشکلات زیاد مواجه شدیم، نه تنها هلمند بلکه در سراسر افغانستان موضوع نامنی بسیار مهم بود. و موضوع دیگه که صدرای پروسه انتخابات قرار گرفت موضوع کمسوادی مردم افغانستان. سه دهه جنگ مردم از چی سواد بی بهره قرار دادن. همین موضوعات بسیار جدی بود که مردم افغانستان، ولایت هلمند هم از این مسائل مستثنا نیست، مردم افغانستان از سواد بی بهره ماندن. و این مسائل بسیار مهمی بود که صدرای انتخابات قرار گرفت، و موضوعی که بسیار از این کدر والاتر و مهمتر بود تعداد کاندیدان بود، که یک تعداد کاندیدان بود که واقعا مردم و بسیار مشکل میتونستن که کسی مورد پسند خود انتخاب کنه، یا در ورق رای دهی رای خود به مو شخص استعمال کنه. و ما فکر میکنم مسائل ولایت هلمند هم از این مسائل بی بهره نبوده، از این مشکلات بی بهره نبوده، و فعلا هم این مشکلات سر و گریوان از امو ولایت گرفته، نه تنها هلمند بلکه زیادتر ولایت افغانستان. من فکر میکنم که مردم هلمند به انتخابات علاقمندی خاص داره. اونا میخوان که رای خود استعمال کنن. دلایل که اونا نمیتونن زیادتر یا مردم افغانستان نمیتونن رای خود استعمال کنن، اینمی مسائل بود که ما پیشتر گفتم. یکی موضوع سیاسی بسیار کاندید دمی پروسی انتخاباتی ما پروسی ازبی نیست. مثلا پروسی نیست که یک پروسی جدی سیاسی ازبی باشه که مردم بتانه به هدف مو با اصطلاح در افغانستان عذاب موجود نیست، که اتو عذاب ما نداریم که واقعا در تمام افغانستان به صورت کل حاکم باشه. همین مشکلات بسیار جدی است که مردم با بسیار مشکلات باز میتونن رای خود استعمال کنن. مردم هلمند از این میخوان رای خود استعمال کنن، و مشکلات که فرارای هلمندیا و مردم افغانستان است این موضوع نام نیست. حضور هلمندی ها در گرفتن کارت رای دهی چقدر پررنگ بوده؟ ما فکر میکنم که هلمندی های ما تا حد توان در چندین پروسه با وجود بسیار مشکلات جدی که داشتن در پروسه های انتخابات سهم شدن، و پروسه هم در ثبت نام هم در پروسه انتخابات که چی امار ارقام و امار از او معلوم است سهم گرفتن، و کارت رایدهی خود با وجوده که در هلمند امنیت هم در انتخابات دیگه موجود بود و مشکلات زیادی موجود بود، با وجود هم هلمندی ها رفتن پای صندوق انتخابات و رای خود استعمال کردن. این بار کدام بخش های هلمند از گرفتن کارت رایدهی محروم شدند؟ ما فکر میکنم که این دفعه هم پروسه ثبت نام در هلمند خوبی پیش رفت، مونتا پروسه را که در هلمند مشکلات زیاد جدی موجود بود در فرار کمیسون در این عرصه کمیسون انتخابات زیاد کوشش کردند که تا بتوانند که موفق شود، مگر بدبختانه ما از طریق تروبین گفتم میتونم پروسه را که ما مشکل داشتیم گرفتن رای خانما ثبت نام خانما بود، که یک اندازه
خانم‌ها ثبت نامشان بسیار کم بود، منتها در کاندیداتوری شورای ولایتی رولشان به نظر ما بارز بود، مگر در پروسه انتخابات رولشان بسیار پیکه و کمرنگ بود که نمی از این مسئله ما خانم‌ها بسیار رنج بردیم و میبریم و خواهش ما از کمیسون همیست که گرچه ثبت نام آنوز یک اندازه یک دو نقطه ادامه داره، ما خواهش ما از کمیسونی است که با مسئولین امنیتی هلمند با مقامات هلمند این موضوع را شریک کنند و تا بتوانند به خانم‌ها زمینه خوبتر در پروسه انتخابات اونا را بتوانند سهیم شوند حساب گیرند و این موضوعی که خانم‌ها حضورشان پیکه بود در ثبت نام ما موضوعی بود که به صورت عموم در کل افغانستان در انتخابات همی جایایی که در انتخابات اونا بودن من فکر میکنم که مکاتب بود، مکاتب خانم ها زیادتر ازدیامشان در مکاتب بیشتر تر میباشد، دخترها ازدیامشان زیادتر میباشد که بدبختانه این بار در ولایت هلمند در معارف اجازه زیر ندادن که صندوقهای که پروسه ثبت نام در مکاتب یعنی امو به اصطلاح امو جایش مکاتب یعنی پا مکتبونو که دوی پروسه ایجاد سیلت مکتبونو تا دوی بلار سیلت سایتون جور سیلت ثبت نامو سی دی دفعه که دیر مشکلات و معارف اون دوی تا زای ورنکی او ولی دلیل سوا چی معارف هم کرینه که فکر کو ما چه دا مشکل ډیر جدی و د شوزو شورا زموږ سره د موضوع شریکه کړله، د والی سره یې شریکه کړله، همدارنګه موږ کوشش وکړو د والی سره مو خبرې وکړلې او د شوزو د شورا سره بالاخره معارف د معارف مقامات نه غوښتل چې په مکاتبو کې د انجونو په منځ کې د ثبت نام پروسه ایجاد شي چې هغو دلیل دا و چې هغو ویله چې موږ نسو کولی ستاسې امنیت ونیسي، ګرچې موږ د امنیتي چارواکو سره دا خبره شریکه کړله، هغو ویلې چې عامو تام صلاحیت د امنیت په موږ اړه لري، بل هغه ویلې چې موږ امنیتي چارواکو دا تضمین وکړي چې امنیت په موږ اړه لري، تر دې د مخه هم په ډېرو سختو شرایطو کې په مکاتبو کې د ثبت نام پروسې شروع کېدلې د ښځو دپاره، چون هلمند کې یو په ټول افغانستان کې په خلکو کې داسې فرهنګ حاکم دی چې خلک په ډېره سادګي سره خپله ښځه یا لور د کمیسون د انتخاباتو د ثبت نام د پروسې دپاره ناست دی، که ورته وایي چې د ښځینه او مکتب ته ولاړ سي ډېر په خوشحالي سره حاضرېږي او په مکتب کې حاضرېږي او د کار د ثبت نام اخلي، چې بدبختانه دې ځلې د معارف همکاري کمه وه او هغو هېڅ اجازه ورنه کړله چې په دې اړه کې د ښځینه او سایټونه هلته جوړ سي، چې بدبختانه په مرکز کې حتی د ښځینه او د مکاتبو څخه استفاده ونه سوه، دغه و چې د ښځو د ثبت نام پروسه په هلمند کې ډېره ډېره مننه. خانم کرروخي، مشکلات را خانم نیوزی مطرح کردن از هلمند، این مشکلات هم در هرات قابلی دیده سوی که متفاوتر است مشکلات شما؟ به نام خدا با عرض سلام احترامات خدمت میمانان عزیز و شما و بینندگان محترم. بله، مشکل افغانستان در رابطه به کارت رهیدی میتونه سرتاسری باشه، اما باز فرق میکنه امی دیدگاه مردم، موقفی که مردم دارم ولایت هرات، این ناامنی هایی که در ولایت هلمند است خوشبختانه در ولایت هرات نیست، به آن هم و مردم به خصوص زنای ولایت هرات در قرا و قصبات و در قشلاق ها من فکر میکنم در امو ابتدا که کارت رهی داده شد، رهی دیهی داده شد که گروپ های سیار رفت در تمام قرا و قصبات برای زنا و مردای همون وقت و زمان کارت داد، از همون وقت تا به حال دیگه مردم این توانمندی ندارم که زنان و خویا دختران اینا که در طی همین 7-8 سال 9 سال اونا از اون سن 10 ساله بودم یا در اون وقت 10 ساله بودم یا 9 ساله بودم که اونا باز بیارم و به مرکز ولسوالی ها بیارم یا به شهر هرات بیارم بر اینا کارت بگیرم، به هیچ عنوان نمیارم. امین تشویش ها و نگرانی ها ما یک تعداد از زنایی که در راستای حق سیاسی زنا کار میکردیم ما دادخواهی کردیم در اینجا، امین تشویش و نگرانی ما با کمیسیون مستقل انتخابات در میان گذاشتیم و یک تعداد از مردم در بخش های مختلف افغانستان نسبت به پروسه انتخابات بی‌باور هستند.
چون این بیماری در هرات هم حاکم است یا نه؟ شما ببینیم ما فکر میکنم که همین بیباوری ما باعث شده که ما امروز چنین مشکلاتی داریم و به یک بنبستی رسیدیم که ما نمیتونیم خود از این نجات بدیم. چرا؟ این بیباوری در سر تا سر افغانستان فعلاً حاکم است و این به نفع ما نیست و بزرگترین مشکلی که انتخابات تهدید میکنه مشارکت سیاسی مردم به شکل گسترده ای از اینه که برای تعیین سرنوشت دولت خود گام های بردارم و اگر همین مشارکت گسترده مردم نبود اون نظامی که مثلا فردی که در رأس میایه اون مشروعیت قرآن چنینی نداره. پس بناهن این بر میگرده به مردم افغانستان و خود انتخابات زمینه ای است که برای مشارکت مردم برای کسی که در زعیم سیاسی ما در آینده تعیین میشه. یعنی انتخابات یک به حساب پروسی است یا ابزار است که اراده شهروندان در تعیین نهادهای سیاسی شکل میده. بنابراین اگه ما مردم افغانستان طوری که در انتخابات گذشته ریاست جمهوری با بی‌تفاوتی نگاه کردیم، گرچه در انتخابات اولی مشارکت و سهم بودن مردم آنقدر برجسته و برازنده بود که من خوب به خاطر چرا در حضور مردم یا نقش مردم در انتخابات نسبت به انتخابات اول در انتخابات دوم کاهش وجود دارد؟ متاسفانه مردم با یک شور و شوق باور کنه به این ولایت هرات، من خوب به خاطر دارم که جوانای ولایت هرات به شکل خودجوش حتی از مسائل مادی خودم تیر شدیدم. اما چرا نقش اینا کمرنگ شد در انتخابات؟ خب با همین علاقمندی رفتم که از اون حالت نجات پیدا کنم، لااقل انسانها دسترسی پیدا کنم و زمامداران ما بتونه لااقل برای اعاده حقوق فردی و اجتماعی از اینا، آزادی های فردی و اجتماعی از اینا، رعایت حقوق بشر یا تامین عدالت اجتماعی. متاسفانه اون وعده هایی که دولت داده بود، شخص رئیس صاحب جمهور دادم، مردم کاملا به فراموشی سپرده شد. رئیس صاحب جمهور و 300 400 500 نفری که در اطراف از اینا وزیر و ولی و رئیسا و بستای کلیدی به اونا سپرده شد، همه قدرت در دست همون کسای و 30 میلیون نفوس افغانستان در گیره و همینا قرار گرفتم و هیچ توجهی برای از اونا نشد و به مرور زمان گسترش و ابعاد فساد اونقدر بالا رفت و چنان ارتباطات حاکم شد، رابطه ها بر ضوابط چنان حاکم شد که اصلا همون روحیه یا روند شایسته سالاری و متخصص بودن و مجرب بودن اینا همه به فراموشی سپرده. سپاسگزارم خانم کریستی، بار دیگه با شما برمیگردم. سپاسگزارم بیننده عزیز، پس یک میان برنامه کوتاه باز هم با شما خواهیم بود. به دامه بحث ما خوش آمدید. آقای نظری، شما دلیل را که نمایندای مردم مطرح ساختن شنیدین. از دید شما چی چیز انتخابات افغانستان آسیب پذیر ساخته که مردم کمتر باورمند باشن به این پروسه و یا روند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، مهمانان حاضر در بحث و همه بینندگان محترم تلویزیون خورشید. آنچه که به عنوان نقطه های آسیبزا در انتخابات فراری مردم افغانستان قرار داره، میشه به صورت چند نمونه را مورد بررسی و واقعی قرار داد. اولین نکته ای که مردم افغانستان در انتخابات به صورت ملموس و مشخص مشاهده می کنند، در واقع شخص محوری هست به جای برنامه محوری. هنوز هیچ یکی از نامزدان ریاست جمهوری نتانستن به مردم افغانستان این ذهنیت القا کنه که بر اساس یک برنامه تلاش میکنه که در رویدادهای سیاسی افغانستان هم در سیاست داخلی و هم در سیاست گزارهای خارجی تغییر و تحول را ایجاد کنه. این یک نکته هست که مردم افغانستان احساس میکنه که پیشرفتی در روندهای سیاسی بعد از گذشت 12 سال از تهداب گذاری یک نظام نوین رونما و مفصل بندی نشده. نکته دوم است که بسیاری از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان به فکر ایجاد تغییر نیستند، بلکه رسیدن به قدرت بر از اینا اصلا. نمونه این مسئله را وقتی مردم افغانستان میبینند که هنوز چهره های قومی و کسانی که بانک رای یا بوجی رای تعبیر میشن در ادبیات سیاسی ما، اینا هستند که
در واقع در ساختار قدرت آینده مهندسی میشه و معماری میشه. حتی چهره هایی که ادعای تکنوکرات داشتن و ادعای دموکرات بودن داشتن، وقتی که به اینا مراجعه میکنه، این نشانگر یک نوع عقبگرایی هست، نه پیشرفت در ساختار سیاسی افغانستان. و خوب بود که چهره های متخصص، چهره هایی که میتونن در افغانستان تغییر ایجاد کنن و ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان درش تغییر مثبت ایجاد کنه، اینا در واقع با عنوان چهره های مورد توجه و دقت نظر قرار می گرفتن که می تانستن دولت آینده را بسازه. این نکته دوم. نکته اما می خواهید بگوین که این چهره ها هم آسیب پذیر شد، بله؟ بدون شک. ببینید، مردم افغانستان به باوریش به ایست که چهره هایی که صرف می تانه در واقع رای تولید کنه، اینا چهره های فاقد تخصص هستند و مردم افغانستان در واقع این چهره ها را آزموده و بسیاری از بحران ها و منازعات فعلی افغانستان محصول و برایند چنین چهره ها هستند. به این ترتیب اگر بار دیگه حتی چهره های تکنوکرات که ادعای دولتداری مدرن داره و میخواین دموکراسی رو در افغانستان نهاده نکنه، حقوق شهروندی رو در افغانستان نهاده نکنه، وقتی اینا مراجعه میکنه به آدرس قومی این چهره ها، نشانگر ایست که افغانستان در واقع داره یک مسیر بازگشت را طی میکنه و به جلو در حال حرکت نیست. آقای نظیر، اگر یک موضوع قبل از اینکه به بحث ندامه بدین، اینا مراجعه میکنن به می چهره هایی که بانک رای یا بوجی رای که شما اشاره کردین خود را مطرح میسودن، فکر میکنن که رای مردم پیش از ایناست، به می نیاز میان مراجعه میکنن. چقدر امین مطالعه از اینا دقیق هست؟ وای که فکر میکنه مردم مشکل داره باز هم با همان آدرس های قومی رای میخوان بدن. یک نکته ای را که با در واقع نباید فراموش کنیم ایست که نسل جدید افغانستان، به خصوص نسل جوان افغانستان، خواستار تغییر و مدرن شدن افغانستان هست و چهره های قومی یا رهبران قومی جایگاهش افول کرده، اما هنوز در واقع یک باور اجتماعی وجود داره که این چهره ها میتونه تعیین کننده سرنوشت انتخابات آینده افغانستان باشه. این یک آسیب هست برای ساختار سیاسی که میخواید یک نوع گذار دموکراتیک را در افغانستان جهت بده و افغانستان به عنوان یک کشور مدرن در سطح کشورهای منطقه و در مجموع در نظام بین الملل مطرح شود. چون در هیچ جای دنیا رهبران قومی نبوده اند که ساختار مدرن شکل داده اند و تانسته باشه کشور را به طرف توسعه، نوسازی و صنعتی شدن رهنمون شود، بلکه چهره های متخصص و کسانی که در واقع تخصص در حوزه های سیاست و اقتصاد داشته اند، اینا بودند که کشورهای خود در واقع به مدرنیته وصل کردن و جز کشورهای مدرن در واقع محسوب کردن. به این ترتیب یک نقطه آسیب است برای افغانستان. افغانستان اگر میخواهد که کشورشان به یک مرحله مدرن برسه و در دنیای مدرن گپی برای گفتن داشته باشه، باید گذار کنه از چهره هایی که با مبناهای قومی، یعنی سیاست های قومی را در افغانستان روز به روز گسترش میتن. افغانستان باید ملی سازی سیاست را مورد توجه و دقت نظر قرار بده و گذار از سیاست قومی به طرف سیاست ملی را مورد توجه قرار بده. اما این گذار از سیاست قومی فکر نمیکنین که خیلی وقت گیر خواهد بود؟ من فکر میکنم که با توجه به وضعیت فعلی، من فکر میکنم که اگر اراده سیاسی وجود داشته باشه، این گذار صورت خواهد گرفت. علت مسئله ایست که من پیشتر اشاره کردم، در واقع نسل جوان افغانستان خواستار ایست که افغانستان مدرن شود و افغانستان مبنای حقوق شهروندی را مورد توجه و دقت نظر قرار بده. ساختار سیاسی افغانستان و ساختار حقوقی افغانستان هم به گونه ای طراحی شده که در قانون اساسی افغانستان مبنا و معیار حقوق شهروندی هست، نه سیاست های قومی. در واقع این شهروند هست که تصمیم میگره از حق خود و از مزایایی که برای او در قانون اساسی برش در نظر گرفته شده پاسداری کنه و سیانت کنه و مبنا در اونجا سیاست های قومی نیست. اما ای که الگوهای رفتاری جامعه ما در واقع مبناهای قومی را مورد توجه قرار میده، این برخلاف قانون اساسی افغانستان است. ببینید، در قانون اساسی افغانستان در واقع تمثیل نشده که رئیس جمهور از فلان قوم باشه، معاون اولش از فلان قوم، معاون دوم از فلان قوم. مثلا در ساختار سیاسی لبنان چون این وضعیت تمثیل شده، در اونجا در واقع قدرت تقسیم شده بین اقوام یا مذاهبی که در اونجا وجود داره. ریاست جمهوری مال مسیحی ها هست،
در واقع صدر اعظمی و نخست وزیری مال اهل تسنن و رئیس پارلمان مال اهل تشیع، اما در ساختار حقوقی افغانستان چنین روند را ما پیش بینی نکردیم، بلکه یک ساختار مدرن و دموکراتیک که مبنا حقوق شهروندی است و شهروند هست که میتواند در اینجا تمثیل کننده در واقع مزایا و روندهای دموکراتیک سیاسی باشه. اما آنچه که الگوهای رفتاری در افغانستان به جامعه را تزریق میکنه، این کاملا برخلاف روندهای حقوقی افغانستان است و میتونه روندهای عشیره‌ای و قومی را بار دیگر در افغانستان باز تجدید کنه و باز تاسیس کنه و این در نهایت افغانستان را به طرف سیستم قبیله‌ای رهنمون میکنه، نه به طرف یک نظام دموکراتیک که افغانستان جزء ملل پیشرفته در نظام بین الملل محسوب شود. خب حال اگر شما بانون یک طرح پیشنهاد بکنین، چی باید کرد که حداقل از انتخابات یک چهره شفاف و صاف و یک چهره زیبا به مردم معرفی کرد؟ ببینید، آنچه که مهم است است که اصولا نفس انتخابات میتونه با همه کاسته هایی که من اشاره کردم میتونه در نهایت اگر مدیریت شود پیامدهای بسیار مثبت را برای افغانستان داشته باشه. افغانستان در کنار آسیب هایی که من اشاره کردم خوشبختانه روندهای مثبت تجربه کرده و امروزه در سطح کشورهای منطقه صاحب یک قانون اساسی مدون و دموکراتیک هست. افغانستان در سطح آزادی بیان، مطبوعات و رسانه ها کشوری هست که امروزه نظیرش ما نمیتونیم در حوزه جهان اسلام به جز چند تا کشور معدود مورد شناسایی قرار بدیم. افغانستان در حال حاضر تلاش میکنه که یک نوع گفتمان دموکراتیک را به منصه ظهور برسانه، گفتمانی که در او ذهنیت های اقتدارگرایانه به تدریج جای خود را به یک گفتمان مدنی و منش سیاسی مدنی در واقع خالی کنه. به این ترتیب انتخابات افغانستان اگر معطوف به این باشه که به گونه مهندسی شوه، طراحی شوه و از طرف جامعه بین المللی هم حمایت شوه که اقتدارگرایی تاریخی و استبداد سنتی را مورد نقد قرار بده. ببینید وقتی که چنین روند صورت بگیره در نهایت حوزه مدنی در افغانستان بیشتر تقویت میشه. آنچه که من پیشتر مورد نقد قرار دادم که وقتی که به چهره ها و خصوصا چهره های قومی مراجعه میشه، به آدرس این چهره ها مراجعه میشه، حوزه مدنی تضعیف میشه. یکی از مشکلات افغانستان در راستای نهادن ساختن دموکراسی بود که جامعه مدنی ما جامعه فربه نیست، جامعه ضعیف هست و زمانی که جامعه مدنی در یک کشور ضعیف باشه تقویت و توسعه دموکراسی در اون کشور با چالش مواجه میشه. به همون پیمانه‌ای که فرهنگ عشیره‌ای و قبیله‌ای و قومگرایی در افغانستان رشد کنه و نمو پیدا کنه، به همون پیمانه روندهای دموکراتیک تضعیف میشه. یک نقطه که باید روند انتخابات به گونه‌ای طراحی شود که بتونه به تقویت حوزه مدنی منجر شود. حالا می وابستگی‌های قومی چقدر ریشه عمیق داره در افغانستان؟ من فکر میکنم که در جامعه افغانستان به خصوص در میان نسل جدید افغانستان آدرس های قومی در واقع جایگاه خود از دست داده. یعنی نسل جدید افغانستان خواستار احیای عظمت و قدرتمند افغانستان هست و خواستار ایست که افغانستان به عنوان یک کشور مدرن با مبناهای حقوق شهروندی در جامعه بین المللی شناخته شود. مطالعات هم نشان داده، تجربه هم نشان داده که آدرس های قومی جزی که افغانستان به طرف نابودی سوق داده هیچ پیامد مثبت دیگه را برمغان نیاورده برای افغانستان. بسیار تشکر بیننده عزیز، باز هم پس از یک میان برنامه کوتاه برخواهیم گشت. به دامه بحث ما خوش آمدید. خانم نیازی، چی باید کرد که یک رای دهنده با یک تشخیص مشخص آن نگرانی هایی را که خواهی نظری مطرح کردن و موضوعات قومی را، چی باید کرد که یک رای دهنده با یک تشخیص روشن بره به پای صندوق رای دهی بدور از وابستگی های قومی و سمتی و زبانی و مذهبی؟ موضوع را که یک رای دهنده میتونه به صندوق رای با اعتماد مکمل به صندوق رای بره، موضوع نیست که باید مسائل قومی را در نظر بگیره، مسائل منطقوی را در نظر بگیره، موضوعی را در نظر بگیره مثلا اونا درک کنن کدام کاندید به درد از این ملک
و این مملکت به در بخور است. کدام کاندید میتونه ما را از این درد و رنج بکشه؟ کدام کاندید میتونه افغانستان افغانستان بسازه؟ کدام کاندید میتونه تا تمام اقوام که در افغانستان است اونا را متحد نگاه کنه و اونا را با یک چشم برزوا یکسان ببینه؟ من فکر میکنم که اس وطن دوستی، اهلیت، شخصیت، درایت، توانایی و دانش بسیار خوبی یک کاندید میتونه که مصدر خدمت به این مملکت شوه. و کاندید ما باید از تمام مسائل قومی، از مسائل حزبی، از مسائل سمتی، از تمام دشمنی هایی که در بین خود یکی دیگه دارن از یا بگذرن و کاندید مورد نظر خود رای بتن. بسیار جالب را مطرح کردن با نامزدهایی که میشد امید بست که اینها افغانستان به سوی مدرن شدن به پیش خواهند برد و آمدن وابستگی یا رجوع کردن به همان کسایی که زیر نام بانک رای و بوجی رای خود را مطرح ساخته بودند در جبهه، چون این نزدیکی ها و اطلاف ها چقدر میتونه به نظر ما بازم مشکل مردم است. ما فکر میکنم که مردم ما باید بفهمه بر کی رای بته. مردم ما باید درک کنه کی به نفع از این مملکت است. مردم ما باید بفهمه که آیا اینمی شخص میتونه ما را متحد نگاه کنه و ای همسایه ما که همیش در کمین نشسته و افغانستان از جنجال از و خلاص کنه. بازم مشکل مردم است. این مردم است که آنوزم باز کسایی که در این مملکت زورگویی میکنن یا کسایی که در این مملکت زور کردن و به زور قدرت و بازم اونا چرا باید نفوذ اضافه تر داشته باشن؟ این را کاندید نمیکنه. کاندید اگرچه یک دانشمند بسیار قوی باشه، یک کسی باشه که بر افغانستان پلانای بسیار خوب و وسیع داشته باشه با خاطر آبادی افغانستان، مگر اگر او را مردم توجه نکنه و مردم توجهشان بیشتر با اونم یک کسی باشه که او در راست قومشان باشه و او هم ارزش امی اهلیت و دانش و توانایی از این مسائل نداشته باشه، بازم او بوری به اصطلاح رای باشه. این مشکلش تمام مردم است. تا مردم افغانستان فکر کنید خلق لرشی پرتل قومی او مذهبی و سمتی مسائل نه چطر رای ورکی؟ ز فکر کوم چې ټول مشکل په ټول دغه څو کلونو کې چې افغانستان درگیر دی د دغه مسایلو سره او ډیر تر او زیاتره درگیر دی، دغه یو څو سیاسيون دي چې غواړي خپل د سیاست په خاطر قومونه سره په جنگ واچي. ګرچې تاسو وګوري په حکومتونو کې هیڅ کله نسته چې رئیس جمهور دی د یو قوم څخه راسي او معاون دی د بل قوم څخه راسي. قانون اساسي کې مثلا نسته یا بل معاون دی د بل قوم. هر څوک په اساس د درایت و اهلیت و شخصیت و توانایی و قدرت و وطن دوستی باید انتخاب شوی. خو بدبختانه د څو لسیز افغانستان همسایگانو دومره کوشش وکړي، افغانان دومره سره وجنګول چې تاسو وینئ چې تاجک د تاجکان خپل تاجک مشرانو ته رای ورکوي، ازبک خپل ازبک مشر انتخابوي، یا پښتانه خپل طبعا پښتانه خپل پښتون یا ازارګان خپل ازاره. چې زه فکر کوم چې دا هغه ناخوالې دي چې دا څو لسیزې افغانستان لاس او ګریوان دی ورسره، او دا چې لاس او ګریوان دی د دغه څو محدودو کسانو د خوا څخه چې دوی غواړي خپله په قدرت کې پاتې سي او پر بیچاره او خلکو باندې څنګه حاکمیت وکړي او څنګه زور وچلوي او د قوم په نامه دوی غواړي چې خلک د افغانستان خلک یو د بل څخه جلا کړي. زه فکر کوم چې د افغانستان خلک په دې پوهېدلي دي چې باید چا ته رای ورکړي او څنګه کس ته رای ورکړي. خو بدبختانه بیا هم د دې خلکو رول ډیر قوي دی ولای سي چې ټول مسائل خپل په نافه تمام کی. دا څوک اشخاص تاسو ویني چې د قوم په نامه وچتیږي یا د قوم په نامه ناره کوي یا د قوم. زما په نظر دا د افغانستان د پاره به در بخور نه دی. افغانستان به هله موضوع دیگر خانم کروخی اشاره کردن، گفتن که در انتخابات اول بسیار مردم به علاقمندی رفتن شرکت کردن، اما در انتخابات دوم نقش مردم کمرنگ شد به دلیل از اینکه به همان وعده هایشان که نامزدان مطرح میکردن در زمان مبارزه انتخاباتی رسیدگی نشد. در هلمند چگونه بوده؟ تنها به وعده هایی که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میدان رسیدگی نشد و ای که انتخاب نمایندگان به اولی چیزی هم نقش تاثیر منفی داشته سر ذهنیت یا رأی مردم در هلمند.
په دوار ولات کې ما ته د تایید وردی یعنی خلکو چې هغه کسانو هغه وکیلانو تر په وکیلانو تر ای ورکړل چې یعنی هغه بغټ غټ 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 پروګرامونه ورته تشریح کول یا بغټ غټ وادي ورته ورکول یا هغه وادي چې واقعا هغه د دوی قانونا د دوی په صلاحیتونو کې نو یو دا موضوع و یعنی زموږ وکیل الته تی پر خپل پر یو منبر درې دی ورته ویل چې زه به تا ته سړک جوړ کړم مکتب جوړ کړم داسې به وکړم هسې به کړم حالان دا چې دا د ده صلاحیتونه نه و بې د دې چې دی د خپل صلاحیتو څخه به خبر وي دغسې وادې خلکو ته ورکولې چې هغه د ده په واک کې نه وي یا دا چې د رئیس صاحب ریاست جمهوري ته چې کوم کسان ودرېدل خلک په ډېرو شوق سره د رښتیا ګوم زه د کروخي صاحب خبره تاییدوم خلک راووتل که خپل په پیسو یې خپل کمپاین وکړي مګر بدبختانه چې حکومت دا کسان هېر کړل دا منطقي یې هېرې کړل او د دې خلکو دپاره هېڅ هم ونه کړل که په هر ولایت کې کار سوی د یو یا دوه کسانو محدودو دپاره به کار سوی یا فعالیت سوی مګر عام خلک د نظره ولوېدل عام خلکو خپل ځان په دې حکومت کې پیدا نه کوي اول زه وایم چې هلمند ولایت تاسې وګورئ په ټوله اداره کې تاسې د هلمند یو کس وینئ چې یو لوړ مقام کې یا معینیت کې یا وزارت کې چې بدبختانه نسته نو دا ټول هغه مسایل دي چې خلکو ونه سوای کولی چې په دغه حکومت کې ځان پیدا کړي خپل حق ترلاسه کړي خپل د حق دپاره دفاع د بلې خوا ډېر وسیع فساد و دا مسائل و چې خلک یې دل سر ده کړل واقعا هغسې چې د بلې خوا څخه ټول هغه مسایل چې باید حکومت د هغو دپاره آماده کړي وای نو د بلې خوا څخه حکومت هم په دې تلاش کې و چې څه رقم وکولی شي چې د پارلمان رول ضعیف کړي هغه نظارتي اړخ یې چې دوی غواړي چې پر د حکومت پر بعضې پروګرامونو باندې د حکومت په پروګرامونو د حکومت پر کړنو باندې نظارت وکړي دغه رول یې ضعیف کړي د بلې خوا خپله پارلمان خپله ځان ضعیف کړي د دې دپاره چې دوی راغلل دوی د خپل وطن دپاره خپل د ملک دپاره مملکت دپاره خدمت وکړي بدبختانه چې دوی فقط وغوښتل چې څنګه وکولی شي څنګه څوک مقرر کړي یا څنګه څوک وکولی شي برطرفه کړي چې دا ټول هغه لامل و چې د خلکو پر اذهان وی بد تاثیر وکړه او خلک دې ته وادار سو چې په دې پروسه کې یعنی په ډېر خونسردي سره خلک په ډېر دلچسپي سره زه فکر کوم چې په انتخاباتو کې شاید برخه هم وانخلي وی به موږ انتخابات وکړه امنیت چې موږ غوښته موږ ترلاسه نه کړي هغه کارکردونه چې موږ غوښتل هغه موږ ترلاسه نه کړه زه دا هم نه وایم چې نه دي سوي طبعا سوي دي د افغانستان ته کار سوی د افغانستان نوم په جهان کې لوړ سوی د افغانستان بیرغ په جهان کې لوړ سوی قانوني اساسي د ښځو حقوق د دې لپاره خو دا ټول هغه مسایل و چې د ولس او د خلکو د دو لپاره بسنده نه و د حکومت په راس کې یو څو کسان و چې د قوم په نامه یې خپل قوم ته کار وکړي چې واقعا دا د خلکو دپاره هغه نقطه وه چې خلک د دې څخه راغلي اگر موضوع تعدد مذاهب و یا ملیت ها در افغانستان باشه میشه هند را اینجا مثال داد با یک نفوذ گسترده و تعدد مذاهب و اقوام و ملیت ها چرا انتخابات از اونا مشکل نمی داشته باشه که در افغانستان انتخابات ها همیشه با سر و صدا همراه بوده با وجمی چهار انتخابات گذشته شما ببینیم اول خود دولت چیزی نیست که ای در فضا معلق باشه یا فرشته و ملائک از آسمان رو به زمین آورده باشه دولت ها همیشه از عمق جامعه و بطن جامعه شکل گرفته به وسیله کی؟ به وسیله افراد و ملت ها منتسکیو چی میگه؟ میگه هیچ گاه ما نمیتونیم به یک جامعه یا یک کشور یا یک نظام تعمیل کنیم مگر اینکه افراد اون جامعه به مرحله ای از رشد و کمال برسم و خود از اونا نظام خود تعیین کنم بنابراین در افغانستان در تمام کشورهای جهان همه متشکل از اقوام ادیان مذاهب مختلف هستند امروز شما به هیچ جا نریم به ایالات متحده امریکا بریم امروز یک ابرقدرت جهانی شده و با کمترین تاریخ نسبت به تمام کشورها داره و امروز اونا ادعا دارم که ما غنیترین فرهنگ جهان داریم چون از سر تا سر جهان در اینجا مهاجر داریم روزی که اونا میخواستم همین امریکای بزرگ بسازم و همین دولت خود تشکیل بدم اونا یک وجه مشترک پیدا کردم که عبارت از مهاجر بودنه
امروز ما ادعا میکنیم که تاریخ 5000 ساله داریم و یک درختی داریم که با ریشه های 5000 ساله آنقدر عمق داره، اما امروز به کمال تاسف این خود ما هستیم که ریشه تیشه به ریشه خو میزنیم. امروز درسته که ما ادعا میکنیم که مردمان ما به این باورها نیستن، ما بهترین قانون اساسی داریم، اما میپذیرم باورهای ما چنین ذهنیت، اما پس مشکل در کجاست خانم کرخی؟ مشکل در مردم است. مردم افغانستان متاسفانه 30 سال یا 35 سال جنگ پشت سر گذاشتم، همه زیربناهای مادی و معنوی ما همه در حقیقت نیست و نابود شد. اکثریت ما مردم مهاجر شدم، بهترین متفکرین ما، مغزای ما، مبتکر ما، متفکر ما همه فرار کردم یا از بین رفتم. افغانستان بعد از 3 دهه جنگ و مصیبت و بدبختی، اولین نظام سیاسی ما بیرون از مرزهای افغانستان و بدون اراده های مردم شکل گرفت و اولین ساختار یا نظام سیاسی ما به اساس چانه زنی های یک ده افراد معامله‌گر کنار هم شدم و به زور هر کس به خود چیزی گرفت و امروز همونایی هم که حکومت میکنم. باور کنیم اگر ما میگیم قوم یا چنانچه استاد فرمودم که این بانکای رای مجبور هستم، امروز ما هستیم که هم بت میتراشیم و هم اونا رو سجده میکنیم. باور کنیم امروز بهترین جوانان ما که در گفتار ما مردم افغانستان گوینده های بسیار خوبیم و اما عمل کننده های بسیار ضعیفی هستیم. ما در وقت گفتار ادعا داریم که رفتن به طرف قوم کار درستی نیست، باید ما بهترین انسان ها بریم به طرف نخبگان در رس بیاریم، اما باور کنیم به وقت تصمیم گیری ترجیح میدیم که همون قوم ما که ظلم کرده، ستم کرده، تخصص نداره، تجربه نداره، انسان که از خودباوری میرسه به مرحله و آخرین مرحله بعد از قضاوت انتخاب، او انتخاب آخرین مرحله اعتماد به نفس یک انسانه. اما با کمال تاسف اگر پیر هستیم، اگر جوان هستیم، امروز اینقدر ما قوم پرست های دو آتشه و چندین آتشه شدیم. من میتونم بزرگترین مثال از این امروز در همه مسئله کارت هویت در تذکره است. امروز در افغانستان من و خدا خودم به ایران ما میرفتیم، وقتا مثلا به ایران ما به همون شفاخانه بودم، اونجا تعداد مردم که آمده بودیم، یک عرب بود، یک عجم بود، یک کرد بود، یک مجموع چی بود، در هر سرزمینی، در هر کشوری که یک جغرافیایی داره تعداد زیادی از اقوام مختلف در اونجا. در جمهوری اسلامی ایران بری میگه ایرانی هستیم، در پاکستان بره بگیم، در هر کشور، اما در اینجا وقتی که کارت هویت یا تذکره شد، هر کس، همون جوانهایی که دکتر بودم، انجینیر بودم، در ردای بسیار سطح بالایی از توانمندی، سواد و روشنفکری برخوردار بودم، همه فریاد زدم که ما میخواییم هویت خوب، مدافع هویت و اصالت خوب باشیم. به هیچ عنوان قبول ندارم افغان. خب پس با این روحیه ما چگونه ادعا میکنیم هر آنچه که در کشورهای پیشرفته امروز اونا این سنت شکنی کردم، یک بسیج اجتماعی که از ساختارهای کنش شکستندم و داخل ساختارهای نو و مدرنیزه شدم، با این چیزی که ما نداریم، افغانستان در شرایط فعلی بستر مناسبه برای آمده نشده برای از این که جوان ما یا پیر ما از اون حالتها و ساختارهای سنتی. هر کس خود در امو آینه قومیت خو میبینه، هزاره میگه باید مقام باشم، تاجیک میگه من باشم، پشتون باشه من باشم، ازبک میشه. با این روحیه خیلی مشکله که ما بتونیم اون آرمان و اهداف عالی و بزرگی که داریم برسیم و کاندیدای بیچاره هم به دروغ ملامت نکنیم. روحی امروز پذیرای همچون حالتهای که مجبور هستم که برم به طرف بانکای رد. سپاسگزارم خانم کرخی. بیننده عزیز، پس از یک میان برنامه باسم با شما خواهیم بود. به دامه بحث ما خوش آمدید. آقای نظری، برگزاری یک انتخابات شفاف، عادلانه و سراسری در جامعه مثل افغانستان چقدر امکان پذیر است؟ من فکر میکنم که جامعه افغانستان هم یک جزیره جدا افتاده از دنیای دیگه نیست، به خصوص که در عصر جهانی شدن و کمی و تکنولوژیک شدن مدیریت سیاسی و مطرح شدن بحث شهروند جهانی
و دهکده واحد جهانی افغانستان هم ناگزیر هست که جزء فعال جامعه جهانی باشد. ما روند تاریخ تحولات بین الملل را اگر مورد مشکافی قرار بدیم، کشورهایی که امروزه به یک قانون اساسی رسیدن مثل اتحادیه اروپا و یک سیستم سیاسی و حقوقی را داره تجربه میکنه، اینا دو دوره جنگ جهانی اول و دوم را تجربه کردن و آلمان و فرانسه سه بار جنگ را در واقع سپری کردن که میلیون ها انسان به کام مرگ فرستاده شد، ولی وقتی که اراده کردن اینا بعد از جنگ جهانی دوم یک سیستم سیاسی جدید و مدرن ایجاد کنه، ما امروزه شاهد هستیم که یک شهروند آلمان در روز انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه میتونه رای بده برای رئیس جمهوری فرانسه. حال این اراده در افغانستان؟ من فکر میکنم که مردم افغانستان گذشته های تاریخیشان نشان میده که روزگار بر امی منطقه مسلط بوده و داده های تاریخی خود را با غنای فرهنگی خود در واقع به این منطقه سرازیر کرده بود. در عصر حاضر هم هرچند بحران های مختلف افغانستان پشت سر گذاشته و هنوز یک کشور پسا منازعه و پسا بحران با ذهنیت های مشوش ارزیابی میشه، اما من فکر میکنم که یک طبقه متوسط در حال ظهور است، یک نسل جدید در حال ظهور هست که پایبندی به عناصر و مؤلفه های قومی نداره و اینا با دنیای مدرن آشنا شده و تلاش میکنه که یک گفتمان جدیدی بر مبنای اصول و قواعد مدرن در کشور ساماندهی کنه. ما فراموش نکنیم که قومیت در افغانستان یک واقعیت هست، اما هرگز راه حل بودن میتونه. هیچ وقت تا زمانی که ما گذار نکنیم از مسائل قومی نمیتونیم یک سیاست ملی را پیش روی خود قرار بدیم و به عنوان یک کشور مقتدر در سطح کشورهای منطقه ظهور کنیم. وقتی که قومیت نمیتونه راه حل باشه، من فکر میکنم که عقلانیت ایجاب میکنه که ما در واقع اصرار نورزیم روی سیاست های قومی. به این ترتیب هست که باور من است که در واقع کشورهای مثل هندوستان، حتی کشورهای همسایه ما مثل ایران و پاکستان در واقع جزء کشورهای جهان سوم ارزیابی میشه، اما تانستن هویت ملی واحد و تجدیدناپذیر شکل بده. افغانستان راه حلش است که به عنوان یک کشور مقتدر، تجدیدناپذیر و با مبنای حقوق شهروندی به منصه ظهور و رویدادهای سیاسی گام برداره. در غیر این صورت من فکر میکنم که هم انتخاباتش آری از تقلب نخواهد بود، هم شفافیت و پاسخگویی در نظام سیاسی شکل نخواهد گرفت و هم پروسه اجراءات قومی در ادارات دولتی افغانستان ملغا نخواهد شد و اصل شایسته سالاری مورد توجه و دقت نظر قرار نمی گیرد. به این ترتیب آنچه که مهم است است که سیاست گذاری دولت آینده افغانستان، این دولت عمرش به پایان است، باید بر مبنای سهیم کردن نیروهای علمی، تخصصی و فکری مورد توجه قرار بگیره. در واقع افغانستان منابع طبیعی و انسانی فراوان در اختیار خود داره، اما مشکل افغانستان ساماندهی و اوقلایی کردن حوزه سیاست و قدرت است که به جای مبناهای قومی، مبنای شایسته سالاری و تخصص گرایی را مثل بقیه دنیا مورد توجه و دقت نظر قرار بده. همین درک در حکومت 12 یا 13 ساله وجود نداشته یا قضیه قصدن این همه را نادیده گرفت؟ بخشی از این برایند دوره گذار بوده که افغانستان به طرف دموکراسی تهی کرده. جامعه در حال گذار آبستن بحران‌های مختلف است. من فکر میکنم که در این راستا اراده وجود داشته، اما این اراده در موارد بسیار با چالش و موانع مواجه شده. یعنی افغانستان ناگزیر بود طی 12 سال یک سیاست اعتدالی را برای گذار از روند عشیره‌ای و قبیله‌ای به طرف روندهای دموکراتیک تجربه کنه، اما آل این وقت رسیده که با کاهش نفوذ چهره‌های قوم‌مدار در واقع دولت آینده افغانستان اولا مبناهای اقتصادی را به جای مبناهای سیاست زدگی مورد توجه قرار بده و توجه به وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم شود و ثانیا روندهای دموکراتیک و مدنی را به جای روندهای استا و ضد دموکراتیک مورد توجه قرار بده. این قوم مدارها بوده که با فشار آمدن توجه حکومت را جلب کردن و یا این حکومت بود که
بین قوم مدارها ارج گذاشت، اینها را برجسته ساخت. یک روند دوسویه وجود داشته. بخش از این محصول چهره های هستند که زمام قدرت در اختیار خود داشتند در افغانستان. ببینید اینا رو ما نمیتونیم کاملا چهره های دموکرات ارزیابی کنیم. از نظر علمی در یک گزار دموکراتیک سه تا مؤلفه میتونه تاثیرگذار باشه. یکی ساختار دموکراتیک که من فکر میکنم ساختار نظام سیاسی افغانستان تا حدود دموکراتیک طراحی شده، دوم کارگزار دموکرات، و سوم فرهنگ دموکراتیک. فرهنگ سیاسی افغانستان هم فرهنگ عشیره‌ای و قبیله‌ای بوده در امتداد تاریخی خود، اما کارگزار دموکرات میتونه هم تحول در فرهنگ ایجاد کنه و هم ساختار را به صورت دموکراتیک طراحی کنه. این کارگزاران در 10 تا 12 سال چگونه بوده؟ نکته بسیار مهم شما اشاره کردین. در حوزه کارگزار افغانستان با چالش های اساسی مواجه بود. یعنی کسانی را جناب رئیس جمهور افغانستان در حلقه قدرت سهیم و شریک ساختن که بسیار از اینا بر روند های دموکراتیک بی باور بودن و اینا سیاست ملی را به جای سیاست های قومی مورد توجه و دقت نظر قرار ندادن. اگر به جای از اینا چهره های دموکرات متخصص و جوان زمام قدرت و سکاندار قدرت در اختیار خود می گرفتن، ما امروزه شاهد روان نبودیم. ببینید ترکیه امروزه جز کشورهای متمدن محسوب میشه، و امروزه حتی کشورهای مثل ایران پایبند هویت‌های ملی خود هستند، نه هویت‌های قومی خود. حتی جامعه آشفته و نابسامان مثل پاکستان در اونجا مقام مختلف زندگی میکنه، اونا هم در واقع جز کشورهای جهان سوم و جز کشورهای حوزه جهان اسلام و جز همین منطقه ما ارزیابی میشه. به این ترتیب من فکر میکنم که اگر به جای چهره‌های قومگرا چهره‌های جوان متخصص شایسته سالار و باورمند به منافع ملی افغانستان اینا مورد حمایت قرار بگیره، افغانستان به تدریج میتونه در فرهنگ سیاسی خود تحول ایجاد کنه. بسیار تشکر خانم نیازی. اگر کدام نظر شما را داشته باشم، بانوان پرسش اخیر و بعد نظر خانم کروخی را خواهد گرفتم. در پهلوی موارد ناامنی و مشکلات دیگری که شما اشاره کردین، حضور زورمندان یا افراد مسلح غیر مسئول که هما را برخوا نگرانی میکنن مطرح میسن، چقدر نقش دارند در هلمند؟ هلمند به پریش دو پټول افغانستان کې دی، یوازې هلمند نه، که موږ هلمند وایو هلمند کې شاید دونه زورواکي نه لکه په ډور افغانستان کې، لکه په شمال او په نورو ځایو کې چېسته. خو دې ته به راسم کله دې خبرې ته به راسم چې ټول اصول زموږ پر قانون باندې بنا نه سي، ټول اصول زموږ پر قانون استوار نه سي، افغانستان به جوړ نسی. هغه وخت به افغانستان جوړ سي چې د افغانستان ټول اساس، ټول اصول، ټول زیربناوي، ټول هغه مسایل چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري کیږي، هغه پر قانون او پر اصل او پر دیموکراسي باندې استوار وي. زما په زه په دې هغه باندې یم چې انتخابات دیموکراسي یو رکن دی، باید انتخابات په ډیر ښه مساعده زمینه کې ترسره سي او د افغانستان ټول وګړي پاک هغه کې برخه واخی، بدون د دې څخه چې هغه په چا او په کومې ډلې او په کوم ټپلې پورې مربوط دي. او ټول موضوعات زه غواړم چې هغه مسایلو ته توجه وکم، کله چې د افغانستان خلک د افغانستان ملي منافع ته احترام قائل نسي، د افغانستان خلک ځان افغانان نکی، د افغانستان خلک خپل ځان په دې حکومت کې شریک و نګڼي، زه فکر نه کوم چې دغه سختي او دغه بدبختي به د منځه ولاړ سي. مثلا زه د مثال په توګه وایم، زه په زیاتره خلک په حکومت کې اوسیږي، په حکومت کې ډیر لوړ پوستونه لري، د حکومت د ټولو امتیازاتو څخه استفاده کوي، بیا هم پر ضد د حکومت ولاړی، یا هم غواړي چې حکومت د منځه یوسي. زما په نظر هر وخت که زموږ دغه چهر سیاسیونو دغه چهرو چې د افغانستان ملي منافعو ته نسبت د همسایګانو ملي منافعو ته ترجیح ورکړله، او هر کله چې دوی د افغانستان ملي منافعو ته ترجیح ورکړه، افغانستان به هله افغانستان سي، افغانستان به په پښو ودرېږي، او بدون د دې چې څوک دي، په قوم پورې مربوط دي، د کوم ځای دي، او د کومې ډلې دي، یا په چا پورې مربوط دي، هغه کسان که په دوی د
افغانستان د پاره کارونه کی د افغانستان په انتخاباتو کې برخه وانه خې د افغانستان د بیا په آبادی کې برخه وانه کلی په ټولو هغه مسایلو کې چې د مملکت پوری تړاو لري زما په نظر د مشکله خبره ده او یو به د انتخاباتو د پاره به یو ډیره ښه زمينه مسایدوي ښه امنیت او سرتاسری انتخابات کله کله افغانستان ټول لس په انتخاباتو کې برخه واخسته هغه وخت په موږ ډیر شي انتخابات ولرو زمنن یو نوې حکومت چې لاس تر ازي یو نوې زیم چې لاس تر ازي یو ډیر شي زیم ډیر منه خپل کړو اگر بسیار کوته شرکت لطفا وخت ما بسیار کم است نقش افراد زورمن اونچ که تعریف داده میشه برش در هرات چگونه است؟ در یک جامعه فقیر مثل مردم افغانستان که 70% زیر خط فقر زندگی میکنیم خواهی نخواهی اثرات شخصیت های زورمند و پولدار تاثیرات خود میگذاره اما به هیچ عنوان این جامعه و این ملت آگاه افغانستان نباید تسلیم بشم و تاثیرات نیروهای اجتماعی میتونه مستقیما روی سیاسیون ما تاثیر بذاره اگر مردم افغانستان متحدانه و یک پارچه به این بنبست فیلی میخوام خاتمه بدم یک حضور و مشارکت بسیار فعال و گسترده داشته باشم که دیگه زورمندا جای پای برای از اونها تشکر آقای نظری تشکر از شما خانم کروخی و خانم نیازی از حضورتان در برنامه بیننده عزیز از شما هم سپاسگزارم که بیننده بحث ما بودین تا دیدار دیگر خدا نگهدار